26 سال از جنایت وحشیانه ضد بشری و نسکشی هولناک مسلمانان از سوی سرب ها در جنگ بالکان می گذرد به رغم گذشت این مدت نسبتا طولانی اما ساکنان سربرنیستا همچنان برای تداوم حیات در این شهر تلاش می کنند همکارم علی اکبری گزارش می دهد شهر کوچک سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین در سال 1995 هدف نسل کشی قرار گرفت اکنون این شهر در حالی که جوانان از آن مهاجرت می کنند و سالمندان آن به تدریج می میرن برای ادامه حیات خود تلاش می سربرنیتسا که در شرق بوسنی واقع شده همچنان جنایت هایی را به یاد می آورد که 26 سال پیش در حق ساکنانش رخ داده اما ساکنان این شهر مطمئن هستند که سربرنیتسا روح قدیمی خود را باز خواهد یافت بیش از هشت هزار مرد و پسر مسلمان بوسنیایی پس از حمله نیروهای سرب بوسنیایی به منطقه امن سازمان ملل در سربرینسا در جولای 1995 علا رقم حضور نیروهای هلندی که به عنوان صلح بانان بین المللی در این شهر حضور داشتند به دست سرب ها کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل در بهار سال 1993 سربرنیسا را به عنوان منطقه امن اعلام کرده بود اما نیروهای سرب به رهبری ژنرال راتکو ملادیچ این منطقه را تصرف کردند بعدها ملادیچ به جرم جنایات جنگی جنایت علیه بشریت و نسل کشی به حبس ابد محکوم شد نیروهای هلندی در هنگام اشغال منطقه از سوی سرپا کاری نکردند بلکه در 11 جولای حدود 2000 مرد و پسر مسلمان را کشتند حدود 15 هزار نفر از ساکنان سربرنیسا به کوههای اطراف فرار کردند اما نیروهای سرب 6000 مرد و پسر را در جنگل اسیر کردند و کشتند تاکنون اجساد قربانیان این نسل کشی در 570 مکان مختلف بوسنی و هرزگوین پیدا شده است.